سلام، من النازم و ویدیو من خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام راجع به یکی از استایلایی که بهار رو خیلی میپوشیم و خیلی باحاله برای بهار براتون توضیح بدم. میبینم که زمستون دیگه داره زورای آخرش رو میزنه و هوا دیگه داره میره به سمت بهاری شدن و کم کم باید بریم سراغ کمد لباسمون و ببینیم توی کمد لباسمون چه لباسایی داریم که برای استایل بهار امسال مناسبه. یکی از ترندهای خیلی باحال و کاربردی امسال کتای آزاده. کتای آزادی که هم با شلوار میشه پوشید، هم با دامن، هم با شلوارک، هم با شلوارای گشاد و تنگ. اگه توی کمدتون یک کت قدیمی دارین که براتون گشاد بوده و نپوشیدین، یا اگه تو کمد باباتون و داداشتون و شوهرتون یا دوست پسراتون یک کتی هستش که نمیپوشه و براتون هم استایلش باحاله و یکم لشه و گشاده، کتا رو سریع بردارین و بهار امسال بپوشین. اما چیزی که من تو این ویدیو میخوام راجعش صحبت کنم، کتای آزاد با پیرنای گشاد و بلنده. ترکیب این دوتا با هم دیگه واسه بهار و تابستون ما عالیه. پس برین سراغ کمدتون و یه کت بلند پیدا کنید. اگر هم پیدا نکردی، من تو ویدیو بعدی میخوام بهتون یاد بدم چجوری با پارچه یه کت راحت برای خودتون بدید. توی این ویدیو هم میخوام بهتون یه پیرن آزاد و گشاد رو یاد بدم که قدش هم بلنده و میشه توی خیابون بپوشیم، روش هم یه کت یا مانتو کوتاه بپوشیم و بزنیم بیرون. این مدل لباس هم برای استایلای خیابونی خیلی خوبه، هم واسه استایلای توی خونه که اگر دلتون نخواد میتونیم اون کتو در بیاریم. پس اجازه بدیم پارچه‌ای که میخوام باهاش این لباس رو بدوزم بهتون نشون بدم. پارچه‌ای که من انتخاب کردم این پارچه است. یه پارچه حریر رنگ خردلی با گلای مشکی. مقدار پارچه هم که میخوای به اندازه دو قده، یعنی من اگر قد لباسم از گردن تا مچ پامو اندازه بزنم دو برابر اون پارچه میخوای. این پیرنی هم که الان تنمه اگه یادتون باشه تو چند تا ویدیو قبلی بهتون یاد دادم که بدوزین، این پیرن هم خیلی مناسبه. یه پیرن چیندار چند طبقه که میشه اینم روش یه کت جین بپوشین یا میشه یه کت مردونه بپوشید، از این کتای آزاد و گشاد مردونه بپوشید. این هم چیز خوبیه، حتما برین اون ویدیو رو نگاه کنین. اگر پارسال ندوختین امسال بدوزین. پس بریم با هم دیگه الگوی این پیرن رو بکشیم، بعدم شروع کنیم به بریدن و دوختن لباس. برای رسم الگوی این لباس اول دو خط عمود بر هم می‌کشیم و از نقطه تقاطع 10 سانتی متر به سمت پایین و 8 سانتی متر به سمت چپ میریم. از این دو نقطه یه هلال میکشیم تا خط یقه لباس به دست بیاد. حالا از اون نقطه 10 سانتی متری به اندازه قد بالاتنه، یعنی از گودی گردن تا کمر میایم پایین و از این نقطه یه خط عمود میکشیم. روی این خط به اندازه 1/4 دور کمر به اضافه 3 سانتی متر جدا میکنیم. حالا این فاصله قد بالاتنه رو نصف میکنیم و از اون نقطه دوباره یه خط عمود میکشیم و روی این خط عمود به اندازه 1/4 دور سینه به اضافه 3 سانتی متر جدا میکنیم. دوباره فاصله بین گودی گردن تا دور سینه رو نصف میکنیم، از این نقطه یه خط عمود میکشیم و روی این خط به اندازه فاصله بین دو زیر بغل جدا میکنیم. حالا میایم روی خط بالایی، 2 سانتی متر از اون خط میایم پایین و از نقطه 8 سانتی متری به اندازه سرشونه یه خط میکشیم. حالا 3 نقطه داریم که یکیش انتهای خط سرشونه است، یکیش انتهای خط زیر بغل و یکیش هم روی خط سینه. این 3 نقطه رو به هم وصل می‌کنیم تا حلقه آستین به دست بیاد. چیزی که مهمه اینه که این حلقه آستین نباید یک کمان باشه، بلکه 2 تا کمانه که قسمت بالایی قوسش کمتر و قسمت پایینی قوس بیشتری داره. حالا از ادامه قد بالاتنه به اندازه قد لباس، یعنی از کمر تا جایی که می‌خواید لباستون باشه جدا می‌کنیم. از خط کمر دوباره 20 سانت پایین‌تر یه خط موازی می‌کشیم و روی این خط به اندازه 1/4 دور باسن به اضافه 3 سانتی متر جدا میکنیم. این خط ها رو به هم وصل میکنیم. روی خط قد لباس به اندازه 8 سانتی متر بیشتر از خط باسن میایم بیرون و از خط باسن به این نقطه وصل میکنیم. این قسمت گشادی پایین دامنه. الگوی لباس ما آماده. این الگوی جلوی لباسه. الگوی پشت لباس هم دقیقا مثل همین الگوه و فقط یه فرقی که داره اونم خط یقه پشت لباسه که از اون نقطه تقاطع به
اندازه 4 سانتی متر میایم پایین و خط یقه رو میکشیم. الگوی لباس ما تموم شد. فقط بهتون یادآوری کنم که این الگو کاملا شماتیکه، اما اگه میخواین که فایل PDF این الگو به اضافه توضیحاتش رو داشته باشین، ایمیلتون رو برام بنویسین تو قسمت کامنت ها تا من این فایل رو براتون بفرستم. بریم برای بریدن پارچه و دوخت لباسمون. پارچه لباس من جنسش حریره و دوخت پارچه حریر یکم سخته، برای همین من سوزن رو عوض میکنم و سوزن شماره 11 رو استفاده میکنم. پایه چرخ رو هم عوض میکنم. این میله که در کنار این پایه هست بهم کمک میکنه که نشون بده فاصله دوخت چقدر باشه و دوختم خیلی تمیز و روی خط باشه. خب حالا چرخ هم آماده است و مقدمات کار رو انجام دادم. بریم برای دوخت لباس. تو مرحله اول لبه یقه جلو پشت لباس رو به اندازه نیم سانتی متر تو میذارم. برای این کار قبل از دوخت نیم سانت رو تو میذارم، بعد با اتو روی پارچه میکشم تا خط تا خط دوخت مشخص بشه. بعد از اینکه کار دوخت تموم شد روی دوخت رو اتو میزنیم که کار دوخت ترتمیز و مرتب باشه. سرشونه جلو و پشت لباسم روی هم میذارم و میدوزم و بعد دقیقا همین کار تو گذاشتن لبه رو برای حلقه آستینم انجام میدم. میخوام تو این مرحله تو کمر لباس کش بدوزم که این قسمت یکم جمع‌تر باشه. دو تیکه کش به اندازه نصف دور کمر میبرم و برای دوختنش دو سر کش رو روی لبه پارچه تو قسمت کمر میذارم و کش رو میکشم و روی اون میدوزم. بعد از اینکه دوخت کش تموم شد حالا میرم سراغ درزای پهلو. اما چون این پارچه حریره و نمیشه سردوزی کرد یا حتی نوارکشی هم سنگینش میکنه، برای تمیز دوزی دوخت فرانسوی انجام میدم. دوخت فرانسوی به این صورته که اول پشت پارچه رو به طرف هم میذاریم جوری که دو روی پارچه به سمت ما باشه. یه دور درز رو میدوزیم. بعد از اینکه دوخت تموم شد درز پهلو رو باز میکنیم و اوتو میکشیم. بعد به فاصله نیم سانتیمتر این دوخت رو قیچی میکنیم، در واقع از لبه درز فقط نیم سانت بیرون باشه. لباس رو برمیگردونیم و حالا از طرف داخل لباس به فاصله 6 تا 7 میلیمتر میدوزیم، طوری که اون نیم سانتی که از لبه گذاشته بودیم دیگه داخل این دوخت بره و اصلا دیده نمیشه. اینجوری هر دو طرف لباس، چه داخل چه بیرون لباس، ترتمیز و مرتبه. و آخر سرم تو گذاشتن پایین لباسه. دوباره سلام، دوخت پیرهن من تموم شد. یه دور بزنم شما ببینید. به نظر من این پیرهن جون میده واسه بهار و تابستون. یه پیرهن خوش رنگ و لعاب و راحت و آزاد و خنک. من خودم خیلی این پیرهن رو دوست دارم. هم این که قدش بلند تا مچ پام در نظر گرفتم و به راحتی میتونم برم بیرون باهاش. دامنش هم نه انقدر گشاده که تو دست و پام باشه و نه انقدر تنگه که راه رفتن باهاش سخت باشه. از طرفی کشی که تو کمرش دادم باعث شده که بالا تنه و پایین تنه از هم جدا بشه و از لحاظ بستری خیلی زیباتر به نظر میاد و فرم بدن رو قشنگتر اینجوری نشون میده. حالا میخوام بهتون تو ویدیو بعدی یک کتم یاد بدم از این کتای رها و آزاد که الانم خیلی مد شده. به راحتی روی این بپوشین و بریم بیرون و کیف کنین. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش بکنین. اگه نظری یا پیشنهادی هم دارین توی کامنت برام بنویسین. سابسکرایب کانالم یادتون نره. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.